نشانه این است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خداوند اراده چیزی کرد، همین که بگوید بشو می شود. خداوند بارها پیغمبر را دلداری داد و بر پیغمبریش تأثیت کرد. با این همه بشری که عدم اطاعت را به ارث دارد، از کی به ارث دارد؟ از پدرش آدم به ارث دارد؟ این بشر همه جا آن ارث را که عدم اطاعت از فرمان الهی است به کار برده. خدایا ما وارث آدم هستی، او را بخشیدی، ما را هم ببخش. این بشر به جایی رسیده که همان صدای لا اله الا الله پیغمبر را با عبارت دیگر شنید که فرمود هل من ینصرنی، آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ ولی گوش ندادند. صدایی که در همه دنیا پیچید و گوش‌های ناشنوای آن مردم نشنید. این ناشنوانی ادامه پیدا کرد تا در زمان حضرت جعفر صادق علیه السلام که امروز تولد آن حضرت هم هست. حضرت مروج دین جد خودش، دینی که در آن علی علیه السلام با جان و با شمشیر خود در اختیار پیغمبر بود، تا آن توسعه پیدا کرد. به جایی رسید که کسانی لعنهم الله لعن علی را در بالای منبر جایز می دانستن و بلکه لازم می دانستن، نه جایز. به طوری که مشهور است یکی از شهرهای آن ایام وقتی لعن را منع کردن، پولی جمع کردن و به خلیفه بدهن که اجازه بده آن لعن را ادامه بده. این انسان ها دین را اینطور آلوده کردن، گفتن و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، کسانی که نفس خودشان را برای رضایت خدا فدای اسلام کردن، جانشان را گذاشتن. این آیه در حق علی علیه السلام است، ولی کسانی گفتن این آیه در حق ابن ملجن است. و آیه دیگری که خیلی لعن دارد گفتن آن آیه در حق علی است. این دین اسلام شده بود. ائمه اطهار هر کدام در دوران خودشان به روشی که خداوند القا کرده بود سعی داشتن این آلودگی‌ها را پاک کنند. و در این مسیر حضرت جعفر صادق علیه السلام در دولانی بودند که مجال بیشتری داشتند. بنابراین ما که امروز را جشن می‌گیریم می‌گوییم یا محمد ما پیرو دین تو هستیم، یا صادق ما را از این انحراف نجات بده، ما هم پیرو تو هستیم. پیروی هر یک از این بزرگواران مستلزم پیروی دیگری است. این انشاءالله خداوند به همه ما توفیق آن را بده، به شرطی که به دستورات که داده شده عمل کنیم.